بود سوال کرد که گفت دادی مثلا قرن چگونه محاسبه میشه. خب ببین یه فرمولای خاصی داره که ما اصلا اونا رو بزنیم کنار به صورت ساده، اینه که میگم یاد بگیر. ببینه از سال 1 تا 99 ما میگیم قرن اول، از سال 100 تا 199 اینو میگیم قرن دوم، از سال 200 تا 299 اینه میگیم قرن سوم. همینطور بیا پایین. فقط چی شد؟ مثلا سال 1359 یعنی از سال 1300 تا 1399 این عددی که اینجا داریم یه دونه که بهش اضافه کنیم میشه قرن 14. فهمیدی چی شد؟ این ساده ترین حالتی که داره. پس اینطوری در نظر بگیر. یه حالت دیگه هم بهتون بگم، این ساده ترین شکلی که میشه یاد گرفت. حالت دومش اینه، اگر سال مورد نظرتون، ببینید اگر سال مورد نظر دو رقمی باشد قرن میشه چی؟ اول. اگر سال مورد نظر سه رقمی باشد به عدد صدگان، ببینید عدد 1 را اضافه میکنید. مثلا ما میگیم 199، این 9 عدد یکانه، این 9 بعدی عدد دهگانه، این یکی بشه عدد چی؟ صدگان. اون عدد سوم هر چی که هست به اضافه یک کن. یعنی اگه 425 هست، 425 این دو رقم رو رهاش بکن، این عدد آخری هر چی که هست یه دونه بهش اضافه کن، یعنی 4 به اضافه 1 بشه قرن 50. حالا اگر عدد ما 4 رقمی باشه، اگر سال مورد نظر 4 رقمی باشد، خب 4 رقمی باشه میشه چی؟ مثلا 1399. ببینید این میشه چی؟ این میشه 1. این 1 ما میشه 10. این دوتا رو
لحاش بکن. این دوتا بعدی هرچی که هست اینو به اضافه یک کن بشه قرن 14. پس اگه پنج رقمی هم باشه مثلا 21374 باشه، این دوتا رو کنار میذاریم یا سه برشوریز درگی باشه قرقاتیوش از ما پنج رقمی ندیم. پس ساده ترین چیزی که انجام بده اینه که اگه عدد شما دو رقمی بود یه دونه بهش اضافه، یکی اضافه بشه، میشه قرن اول از 1 تا 99، از 100 تا 199 قرن 2، از 200 تا 299 قرن 3، از 900 تا 999 قرن 10، همینطور یه دونه اضافه بکن. خب پس مال قرنها رو فهمیده که چی شد. حالا اگه بعد از هجرت، مثل قرن سوم بعد از هجرت، اگه بعد از میلاد مثل قرن دوم بعد از میلاد، اگه قبلشه مثل قرن دوم قبل از میلاد، هیچ تفاوتی نداری در رابطه با این نحوه پیدا کردن قرن رو داشته باشه. ها در رابطه با دوتا درس قبلیمون چیز خاصی هست بهتون بگم بچه ها؟ درس 7 و 8 بود چیزی فکر میکنین نیازه من جواب بده؟ اگه نیست که اون درس 9 رو شروع کن به بیان کردن چه نکته های مورد نیاز هست. باز اگه اون سوالی چیز خاصی داشتی خب تو اون گروهی که آقای محمد جانی گذاشته اونجا سوالاتتون بیان بکنید که با حالا یا تایپی یا صوتی راحت‌تر میشه مستقیما یه صحبت بکنیم. خب بیاید در رابطه با درس نهمون. درس نهمون جز درس‌های مهم هستش، یعنی 9 و 10 بالا راجع به سلسله اشکانیان، سلوکیان، هخامنشیان، ماد به اضافه ساسانیان رو بخواییم بحثش بکنیم. 9 و 10 یه مقدار حواستون جمع باشه. قبل از اینکه آریایی ها وارد ایران بشن ما حکومت تحت عنوان ایلامی ها رو داشتیمش. پس ایلامی ها ارتباط به مهاجرت آریایی ها نداشتن. آریایی ها یادتون باشه قوم مهاجم بودن. اینها بعد از اینکه بر ایران مسلط شدن و ساکنان اصلی سرزمین را سرکوب کردن حکومت خودشون را در ایران ایجاد کردن. اولین نکته‌ای که در رابطه با بحث این درس داشته باشیم مسئله تعریف واژه ایران هستش.
از خیلی ها که سوال میکنین که ایران به چه معنایی هست، متاسفانه اکثریت اطلاعی ندارن. آریایی ها وقتی وارد فلات ایران شدن که اون زمان اسمی را نداشت، این سرزمینی که ساکن شدن عنوان ایران را گذاشتن. پس ایران بینید یه واژه آریایی هستش. به معنای چی گرفته شده؟ سرزمین آریایی ها. پس اگه شما سوال کردن ایران به چه معنایی هست، میگیم زمانی که آریایی ها بر این سرزمین ساکن شدن، این سرزمین رو ایران نامیدن. ایران به معنای سرزمین آریایی. خود لفظ آریا به معنای شریف و آزاده هستش. پس اگه ترکیبی از آریایی و ایران رو داشته باشیم، معنای ایران میشه سرزمین مردمان شریف و آزاده. این معنای واژه ایرانی رو داریمش. بین آریایی ها شعبه ای از اقوام هند و اروپایی بودن. اقوام هند و اروپایی بنا به روایت در ناحیه اورارسیا در منطقه به نام اورار زندگی میکردند. بنا به دلایلی از جمله افزایش جمعیت، افزایش سرما، کاهش پوشش گیاهی، دست به مهاجرت زدن. اولین مهاجرتی شکل گرفت، یک گروهشون رفتن به سرزمین اروپا، یک گروه دیگهشون هم وارد سرزمین هندوستان شدن. بر اساس تقسیم بندی که شکل گرفت، این اقوام که نمیرسه اسمش چی هست، مورخان عنوان اقوام هند و اروپایی گذاشتن. حدود 1000 سال بعد گروهی دیگه از این اقوام دست به مهاجرت میزنن، گروهشون وارد سرزمین ایران میشن و گروه دیگهشون وارد هند میشن. این گروه رو بهشون میگن آریایی، یه اسم دیگه هم بهش میگن اقوام هند و ایرانی. پس مهاجرت دومی که شکل میگیره، یه گروهش وارد هند میشن، یه گروهش وارد ایران میشن. این مهاجرت دوم بهش میگن، به اقوام یا هند و ایرانی، اسم دیگهش آریایی هستش. چرا بهشون گفتن آریایی؟ این قوم مهاجر تو مسیرشون سرزمین هایی که فتح میکردن میگفتن که ما افراد شریف و آزاده هستیم و ما باید آقایی بکنیم و شماها باید زیر سلطه ما قرار داشته باشیم. اون شریف و اسیر به زبان آریا، به زبان به اصطلاح سانسکریت معنای آریایی میده. یعنی آریایی به معنای شریف و اصیل و مادار میشه. خب این قسمت بعدیتون اومده اینو بیان میکنه که ما دقیقا نمیدونی که محل اصلی زندگی آریایی ها کجا بوده. نظریات مختلفی هست. برخی ها میگن که در حواری دریاچه آرار بوده، اما اون چیزی که مسلم هست تقریبا 1500 قبل از میلاد
اقوام مختلفی وارد فلات ایران میشن. از میان این قبایل مختلف آریه که وارد ایران میشن، بین سه گروه یا سه قبیله اهمیت خاصی دارن، از این نظر که این سه قبیله بعدها موفق میشن که در ایران سلسله مادها، سلسله هخامنشیان و سلسله اشکانیان رو به وجود بیارن، که مادها به شمال غربی ایران مهاجرت میکنن، پارسا به نواحی جنوب میان و پارتها به شمال شرقی ایران مهاجرت میکنن. اما ببینیم که سلسله یا حکومت ماد چگونه در ایران به وجود اومد. ببین ناحیه شمال غربی ایران مورد توجه حکومت‌های بین‌النهرین بودش. یکی از عواملش وجود معادن در این ناحیه بود، پس گهگاهی آشوریان به این ناحیه یعنی شمال غربی ایران حمله می‌کردند و ضمن کشتارهایی که انجام میدادن منابع این منطقه رو غارت میکردن. و زمانی که حملات انجام میشه ما مصادف با ساکن شدن قبایل مادها و قبایل اصیل ایرانی رو در اینجا داریم، یعنی قبایل غیر مادی. تحت چنین شرایطی فردی به نام دهیوکه که تو منابع نوشته که اشتباهاً دیاوکر نامیده میشه، این فرد میاد قبایل مادها رو با قبایل غیر مادی و با همدیگه متحد میکنن و موفق میشن که جلوی هجوم آشوریان رو بگیرن. چون تو این کار موفق میشن، قبایل مادی و غیر مادی این دهیوکه رو به عنوان پادشاه خودش انتخاب میکنن. بدین ترتیب سلسله شکل میگیره که به نام سلسله مادها رو ماد دارمش. محل زندگی این فرد کجا بود؟ یه روستا بودش. اون روستا رو مرکز حکومت خودش قرار میده که بعد هم گسترش پیدا میکنه، به صورت شهر در میان که امروز تحت عنوان همدان در گذشته تحت عنوان اکباتانه یا حکمتانه رو داریمش. پس پایتخت مادها حکمتانه یا اکباتان هستش. ببین دهیوکه یعنی بنیانگذار سلسله مات، تمام برنامهش این بود که ارتشی رو به وجود بیاره که توانایی دفاع از سرزمین ایران در برابر آشوریان داشته باشه. به همین دلیل است که در این زمان دشهای متعددی امامی توسط بنیانگذار این سلسله به وجود میاد. اوج این قدرت و یعنی دولت ماد و ما در زمان هوخشتره رو داریمش. هوخشتره یکی از کارهایی که انجام میده دیگه منتظر نمیشه که آشوریان حمله بکنند، بلکه میاد چیکار میکنه؟ سیستم ارتش رو از حالت دفاعی تبدیل به هجومی میکنه که طی نبردی موفق میشه که به حاکمیت آشوریان در بین النهرین خاتمه بده. هوخشتره برای
ایجاد و تحول اقتصاد وارد نبرد با دولت لودیه میشه. دولت لودیه رو لودیه یا لیدی هم بهش میگن. در کجا بود؟ تو ترکیه امروزی بود. جنگ شکل میگیره، چون این جنگ سرانجام نداره، قرارداد صلح میان دولت لودیه و دولت ماد امضا میشه. آخرین پادشاه حکومت مادها فردی به نام آستیاکو داره میشه که این فرد برخلاف هوخشتره توانایی اداره کشور نداره و زندگی و یا به حال زندگی خودش رو صرف خوشگذرانی کرده، صرف جمع‌آوری ثروت کرده و توجهی به مردم نکردش. و درست تحت چنین شرایطی است که توی ناحیه جنوب ایران کوروش رؤسای قبایل پارس ها رو با همدیگه متحد میکنه، علیه حکومت ماد قیام میکنه که نتیجه این قیام سقوط حکومت ماد و تأسیس سلسله به نام هخامنشیان رو داره میشه. هخامنشیان یادتون باشه یکی از بزرگترین حکومت‌های دوره قرون باستان به شمار میده. اما در رابطه با هخامنشیان ببینید که چه نکاتی رو ما نیاز داریم بدونیم. یک، بچه نامگذاری این سلسله چی بود؟ چون جد بزرگ کوروش اسمش هخامنش بود، به همین دلیل این سلسله رو به نام هخامنشیان نامگذاری کردن. کوروش مدت زمانی توی دربار ماد زندگی میکنه، بعد میاد به انشان، حکومت انشان رو در دست میگیره، انشانی که زیر سلطه حکومت ماتا هستش. چون از اوضاع داخلی ماتها اطلاع داره و میدونه که آسیاک فردیه که توانایی اداره کشور رو نداره و ناراضیاتی وجود داره، از جمله نظامی ها نسبت به عمل کرده آخرین پادشاه ابراز نارضایتی میکنه و مردم از این وضعیت استفاده میکنه، در اینجا اعلام استقلال میکنه. در نتیجه بین آستیاک و کورو جنگی شکل میگیره که در این جنگ آستیاک شکست میخوره، حکومت مات ها از بین میره و حکومت هخامنشیان شکل میگیره. خب حالا ببینیم که کوروش وقتی که روی کار میاد چه کاری انجام میده. وقتی هخامنشیان شکل میگیره سه قدرت ما داریمش، یکی مصر رو داریم، یکی دولت بابل رو داریمش، دولت بابل همون دولت بابل جدید یا دولت کلده رو داریم، یکم دولت داریم به نام دولت لیدی یا لودیه. این ستا میدونن که دیر یا زود کوروش به اینها حمله میکنن و چون به تنهایی توانای مقابله ندارن این ستا با هم دیگه متحد بشن.
کوروش میاد دست به یک سری تاکتیک های نظامی خاصی ها میزنه که در اون زمان مرسوم نیست. دولت لودی ها نگاه کنه همون سرزمین ترکیه رو دهیم که رشته کوههای زاگرس هستش. دولت لیدی یا لودی تصور میکرد که کوروش در زمانی که هوا گرم هست به این سرزمین حمله میکنه و تصور نمیکرد که در سرما با توجه به ارتفاعات زاگرس که پوشیده از برف هست هخامنشیان به این سرزمین حمله بکنه. چون چنین تصوری نداشت پس هیچ گونه آمادگی برای مقابله با هخامنشیان نداشت. لذا کوروش در فصل سرما نیروهای نظامی خودش را حرکت میده، میاره به طرف کجا؟ سرزمین لیدی. و از اونجایی که دولت لیدی آمادگی نداشت، نتیجه این جنگ شکست دولت لیدی و تصرف سرزمین لیدی رو داره میشه. و از اونجایی که در اینجا ثروت زیادی وجود داشت، ببین نتیجه این جنگ باعث شد که ثروت زیادی روانه حکومت هخامنشیان بشه که در ادامه فتوحات با کمبود منابع مالی مواجه نشه. بعد از اینکه دولت لیدی رو تصرف میکنه، میاد به طرف بین النهرین، جایی که دولت بابل جدید یا دولت کرده وجود داره. چون در داخل اختلاف وجود داره و درگیری وجود داره، از این وضعیت و نارضایتی استفاده میکنه و از طریق تاکتیک نظامی که اون زمان جز شاهکارهای تاکتیک های نظامی جهان به شمار میره حمله میکنه و سرزمین بین النهرین یا دولت بابل چکار میکنه؟ تصرف میکنه. بدین ترتیب بین النهرین هم جزی از قلمروی هخامنشیان در میاد. اما زمانی که تصرف میکنه فرمانی صادر میکنه که در این فرمان به سربازانش دستور میده که چه نوع رفتاری رو با مردم داشته باشن. برخلاف فتوحاتی که حکمرانان نواحی مختلف انجام میدادن که وقتی که سرزمین رو تصرف میکردن و اون سرزمین رو مورد قطع غارت قرار میدادن، کوروش دستور میده که تحت هیچ عنوانی حق نداره که به انوار مردم تعرض بکنه، حق نداری که مردم رو بکشی. در واقع متنی که توی این لوحه استوانه شکل هست بر پایه رعایت حقوق قوم مغلوب ما داریمش. لذا این بیانیه، ببینید این بیانیه کوروش به عنوان نماد فرهنگ انسانی به شمار میده و در واقع کوروش یادتون باشه منشور کوروش به عنوان منشور حقوق بشر شناخته شده و اینو به زبانهای مختلف در سازمان ملل متحد ترجمه کرده و به نمایش گذاشته. پس اولین متنی که در رابطه با حقوق بشر در گذشته بیان میشه توسط کوروش ما داریمش. وقتی که بین النهرین رو تصرف بکنه، در صدد برمیاد که حمله بکنه به سرزمین مصر. چون در این زمان از طرف شمال شرقی قبایلی به نام ماساژدها حملات انجام میدادن، کوروش برای اینکه خیالش راحت بشه قبل از اینکه به مصر حمله بکنه، ده سپار شمال
شرقی ایران میشه و طی نبردی که با قبایل ماساژ ها انجام میده در این جنگ کشته میشه. بعد از وی فردی به نام کمبوجی قدرت در دست میگیره. ببین کمبوجی که روی کار میاد، اول میاد به سراغ و قبایل ماساژ ها که کوروش به قتل رسونده بود، اینها را سرکوب میکنه. بعد از اون میاد به سراغ مصر، سرزمین مصر رو به تصرف خودش در میاره. بعد از اینکه مصر رو تصرف کرد، پی میبره که در ایران توطئه‌ای شکل گرفته و یک فرد به نام گئوماد خودشو به جای برادر کمبوجیه معرفی کرده و طبق کودتا قدرت در دست گرفته. چون میفهمه که در ایران توطئه‌ای شکل گرفته، از مصر حرکت میکنه که بیاد به طرف ایران. در بین راه بنا به روایت توسط عوامل گئوماد قتل میرسه. گئوماد تقریبا 4 ماه فکر میکنه 4 ماه برای ایران حکومت میکنه، اما مدت حکومتش کوتاه داره تا اینکه فردی به نام داریوشه اولو داریم علیه یک گئوماد قیام میکنه، گئوماد رو به قتل میرسونه و قدرت در دست میگیره. بین اوج قدرت نمایی سلسله هخامنشیان مربوط به کی میشه؟ مربوط به داریوش اول میشه. زمانی که داریوش اول روی کار میاد، نواحی مختلف ایران یک سری شورش ها و قیام های شکل گرفته بود. پس اولین کاری که انجام میده اینه که تمام شورش ها و قیام هایی که در نواحی مختلف ایران به وجود اومده بود، تمام اینها رو سرکوب میکنه که شهر این سرکوب کردنه این قیام ها و لشکر کشی ها در کتیبه به نام بیستون اماد داره بشه. بعد از اینکه اوضاع داخلی آروم کرد، برای شکوفایی این حکومت دست به یک سری اصلاحات میزنه. مهمترین اصلاحاتی که انجام میده یکی نظام اداری هخامنشیان رو تغییرات انجام میده که توی درسای بعد جزئیاتش رو میخونیم. تو زمینه نظامی هم همین کار انجام میده. از جمله میاد ارتش ایجاد میکنه به نام سپاه جاویدان که تعداد اینها 10,000 نفر بودش که جز زبده ترین و نخبه ترین نیروهای نظامی هخامنشیان به شمار میدن که اگر در جنگ شرکت میکردن، هر تعداد افرادی که از این مجموعه به قتل میرسیدن و حذف میشدن، بلا فاصله به همون تعداد اضافه میشد. یعنی همواره این سپاه 10,000 نفر بودش. یکی از کارهایی که داروش انجام میده برای رونق اقتصادی و همچنین اگر در نقطه شورش شکل بلا فاصله نیروهای نظامی رو رهسپار بکنه، احداث جاددار دیمش. از جمله جاده شاهیه میتونه نام ببره. چون هخامنشیان ثروت های زیادی به دست میارن، قلمروی وسیع هم به وجود میارن، در نتیجه برای شکوفایی سرزمین خودشون
کاخ و بناهای مجللی از جمله توی تخت جمشید رو میسازن. برای با اقداماتی که انجام میده که تو درسای بعد با جزئیاتش بیان میکنیم، داریوش موفق میشه این سلسله رو در اوج قدرت خودش قرار بده. ببینید قلمروی هخامنشیان و اون زبان، این محدوده هخامنشیان ما داریمش. بله تقریبا حدود 2500 سال قبل ما چه سیستم پیشرفته اداری، سیاسی و نظامی داشتیم که این مجموعه قلمرو جهان توسط هخامنشی اداره میشد. اگه اون زمان نگاه بکنیم، قاره اقیانوسیه هنوز کشف نشده بود، قاره آمریکا کشف نشده بود، فقط قاره آسیا شناخته شده بود، قاره اروپا شناخته شده بود و قاره آفریقا فقط نواحی شمالش مثل مصر و حبشه میشناختن، بقیه نواحی قاره آفریقا ناشناخته بود. پس با توجه به جهان شناخته شده اون زمان، این قلمرو خیلی وسیع بود، یعنی از سرزمین تقریبا هند آغاز می شد تا ترکیه امروزی، یعنی دریای سیاه، دریای مدیترانه و مصر می رسید. ببینید وقتی قلمرو هخامنشیان گسترش پیدا کرد، با یه مسئله مواجه شدش، اون مسئله درگیری با یونانیان بودش. دو تا عامل اصلی درگیری میان جنگ های یونان و با هخامنشیان داریم. این دوتا درگیری چیه؟ یکی حمله سکاها بود که از شمال غربی به ایران حمله میکردن، که محل زندگی این سکاها توی اروپا بودش. یکیش هم شورش شهرهای یونانی نشین که توی ترکیه امروزی بودش. پس کوروش وقتی که داخل رو آرام میکنه، اصلاحات انجام میده، این دو مشکل رو باید حل بکنه، نیروی نظامی فراهم میکنه، میاد به طرف ترکیه، این شورش ها رو سرکوب میکنه، در ادامه میاد به طرف سکاها، مدت زمانی درگیر با این قبایل سکاها هست و چون سکاها پراکنده هستن موفق نمیشه سرکوب بکنه. قسمت عظیمی از نیروی نظامی داریوش اول به ایران اومده، یه تعداد اندکی در جلگه به نام ماراتون قرار داره. یونانی ها که دل خوشی از ایرانی ها نداشتن، از این فرصت استفاده میکنن، جنگی رو در این ناحیه انجام میدن که به نام جنگ ماراتون معروفه. نتیجه این جنگ شکست ایرانی ها رو ما داریمش. وقتی که خبر به داریوش میرسه، در صدد برمیاد که انتقام این جنگ رو از یونانی ها بگیره. زمانی که داره نیروهای نظامیشو آماده میکنه، تحت چنین شرایطی ما داریم که داریوش اول وفات پیدا میکنه و فرزندش به نام خشایارشا روی کار میاد. خشایارشا نیرویی که در زمان پدرش آماده شده بود رهسپار یونان میکنه. این نیروی نظامی ببینید
شامل نیروی زمینی و نیروی دریایی هستش که نیروی زمینیش موفق میشه شهر آتن رو تصرف بکنه و به انتقام جنگ ماراتون این شهر رو به آتش میکشونه. نیروی دریایی هخامنشی وارد منطقه میشه به نام خلیج سالامیس. در اینجا جنگ دریایی شکل میگیره بین نیروی دریایی هخامنشی و نیروی دریایی یونانیان که در این جنگ یونانی ها شکست میخوره و از این زمان به بعد دیگه ما درگیری جنگی میان ایران و یونان ما ندیدیمش. در رابطه با جنگ سالامیس و اگه فرصت کردیم بخوای نمای کلی از اون جنگ رو تو ذهنتون داشته باشی که جنگ دریایی در دوره هخامنشیان به چگونه بوده، در رابطه با جنگ سالامیس فیلمی ساختن به نام فیلم 301. نگاه بکنید چارچوب این جنگ رو میتونید بفهمید که چی هستش. چرا ایرانی ها که به عنوان یه ابرقدرت هستن در برابر یک کشور یونان که یک کشور کوچیکی هست و جنگ دریایی شکست میکنه. این فیلم کمک زیادی میکنه که در رابطه با جنگ سالامیس یک سری اطلاعاتی رو به دست بیارید. از این زمان به بعد ایرانی ها یا هخامنشیان با توجه به درگیری که میان دولت شهرهای یونان وجود داشت به این نتیجه رسیدن به جایی که مستقیما درگیری داشته باشند از طریق حمایت از برخی از دولت شهرها یونان رو در داخل ضعیف بکنن که جنگ هایی داشتن تحت عنوان جنگ های پروپونزی که بین دولت شهرهای یونان بوده. شایدتون باشه کده جنگ هایی بود که تعدادی از دولت شهرها رهبرش رو به دست اسپارت ها بود و گروه دیگه به دست آتنی ها بودن که نتیجه این جنگ پیروزی اسپارت ها رو داشته که توی اون پیروزی اسپارت ها هخامنشیان نقش خاصی بازی میکردن. اما از بعد از هخامنشیان به بعد کسانی که دیگه روی کار میان برخلاف پادشاهان مانند کوروش، کمبوجیه، خشایارشا یا ارزم بزرگ داریوش توانایی اداره کشور ندارن یا با مشکلات درون دربار رو دارن یا اینکه به دنبال خوشگذرانی هستن و همچنین اطلاعی از امور کشورداری ندارن. لذا وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که در زمان اردشیر دوم حکومت دچار تفرقه میشه تا جایی که برادر اردشیر دوم به نام کوروش کوچک توی آسیای صغیر دست به قیام برمی‌داره و این فرقی که قدرت در دست بگیره میاد با یونانی ها ارتباط برقرار میکنه، از طریق مزدوران یونانی در صدد برمیاد که به ایران حمله بکنه و قدرت در دست بگیره
کارت جنگ شیخ میگیره که نتیجه این جنگ شکست کوروش ما داره. بعد از اردشیر دوم اگه نگاه بکنیم، فردی به نام اردشیر سوم روی کار میاد. این فردم همین وضعیت رو داره، چون توانایی نداره اوضاع کشور نابسامان بشه. ما درست تحت چنین شرایطی رو داریم که توی اروپا حادثه‌ای داره رخ میده و اون اینه که سرزمین مقدونیه حاکمی داره به نام فیلیپ. فیلیپ وفات پیدا میکنه و فرزندش به نام اسکندر روی کار میاد. اسکندر با توجه به این که میدونه در داخل یونان اختلاف میان دولت شهرها هست و درگیری هایی که بین این دولت شهرها هست ضعیف شده، سرزمین یونان رو تصرف میکنه و برای اینکه مردم یونان رو در کنار خودش قرار بده اعلام میکنه که من میخوام به سرزمین ایران حمله بکنم و انتقام مردم شهر آتن رو از هخامنشیان بگیرم. چون یونانی ها دل خوشی از ایرانی ها و هخامنشیان نداشتن، در کنار سپاه اسکندر روانه جنگ با ایرانیان میشه. توی مسیرشون سرزمین به نام مصر رو تصرف میکنن، بعد میان نواحی جنوب غربی آسیا رو تصرف میکنن در رابطه با جنگ هایی که با هخامنشیان انجام میدن سه تا جنگ مهم داریمش. این سه تا رو یاد بگیریم که در واقع به دنبال این سه جنگ هستش که دولت هخامنشیان سقوط میکنه. گرچه آریوبرزن مقاومت زیادی میکنه برای جلوگیری از سقوط تخت جمشید، ولی عملا موفقیت نداره. وقتی که تخت جمشید تصرف میشه، بین داریوش سوم فرار میکنه به جایی که مقاومت بکنه و در نزدیکی دامغان به قتل میرسه و بدین ترتیب سلسله هخامنشیان از بین میره و مجموعه قلمروی هخامنشیان در اختیار اسکندر قرار میگیره. گفته شده در یک شب که سربازان یونانی و اسکندر به مناسبت این پیروزی در تخت جمشید خوشگذرانی میکردن در حالت مستی، به تحریک زنی تخت جمشید آتش بزنن و چیزی که ما امروز داریم در واقع بازمانده اون آتش سوزی دوره اسکندر رو امروزه توی شیراز میتونیم مشاهده بکنیم. اما به طور کل در رابطه با هخامنشیان میراثی که به جای میذاره، یکی ببینیم آیین کشورداری و فنون سیاست هستش. گفتیم که شاهان قدیم وقتی که یک سرزمین رو تصرف می کردن، اون سرزمین و مردمان رو به قتل می رسودن و انبارشون رو غارت می کردن، در حالی که کوروش این کار انجام نداد. بر اساس منشور کوروش
اجازه نداشتن که مردم قتل عام بکنن و همچنین اموال اینها رو غارت بکنن. تا جایی که ما میبینیم زمانی که کوروش میاد بابل رو تصرف میکنه، یهودیان که در اصالت حکومت بابل هستن اینها رو آزاد میکنه با امکاناتی که در اختیار میذارن برای یهودیان، همراه با سربازان کوروش میرن برمیگردن به سرزمین خودشون به نام فلسطین. باز بودجه ای قرار میده برای یهودیان که اون اماکن مقدسشون از بین رفته و دوباره اینا رو بازسازی بکنه. به همین دلیل هست که توی دین یهود کوروش برمان ناجی خودش رو قلمداد میکنه. برای در دوره هخامنشیان تو زمینه کشورداری، فنون سیاست، شیوای عمرانی که تو درس بعد بخونیم، اقتصاد تجارت، ساخت بناهای باشکوه، ابداعی هنرهای جهانی، ببین مدارا کردن فرهنگ دینی خیلی جالبه. کوروش وقتی که میاد شهر حکومت بابل رو از بین میبره، وارد شهر بابل میشه، اولین کاری که انجام میده میره به معبدی که مخصوص بزرگترین خدای بابل بودش، میره ادای احترام میکنه به خدای بابل، غیر مستقیم میگه که ما با مذهب مشکلی نداریمش و هر فردی تو قلمروی من بر اساس اعتقادات خودش میتونه زندگی خوش انجام بده. این که نوشه مدارای فرهنگی دینی، منظورش این هستش. برای باید این نکته رو بدونیم که هخامنشیان ایران رو نخستین حکومت بزرگ جهانی رو به وجود آوردن، یا وقتی هخامنشیان اولین حکومت امپراتوری جهان رو در قرون باستان به وجود آوردن. این چارچوب این درس رو داره بشه، یعنی چگونگی ورود آریایی ها، تشکیل سلسله به نام مادها، به اضافه سلسله هخامنشیان. ببینید فیلم 301 درست تحریف شده است، ولی ما میخواییم چارچوش ببینیم که چی هستش، یعنی اون منطقه خلیج سالامی چه شکلی هستش، نیروهای هخامنشی که وارده، نیروهای دریایی هخامنشی که وارده خلیج سالامیس میشن چگونه آرایش پیدا میکنن و یونانی ها از چه ترفندی استفاده میکنن و موفق میشن اون نیروی عظیم دریایی هخامنشی رو شکست بدن. این یه بعدش رو میتونید تو ذهنتون داشته باشید. یه بعده دیگه اینه که فرمانده نیروهای دریایی ایران تو جنگ خلیج سالامیس، ببینی یک زن هستش که این نشوندنده اینه که زنها در دوره هخامنشیان آنچنان شأن و منزلت داشتن که حتی تا در دوره هخامنشیان می توانستن به فرماندهی کل نیروی دریایی برسن. ما از این جنبه ها می خواهیم نگاه کنیم، نمی خواهیم برای ما تاریخ باز بکنن. برها وقتی جنگ سالامیس رو غرب می سازه، سینمای هالیوود می سازه، در جهت منافع خودش هستش، ما اونو نمی خواهیم نگاه کنیم. ما میخواییم یه شکلی از اون جنگ رو بازسازی بکنیم و ببینیم که چه نکاتی میشه به دست آورد. آیه تحماسه، منظور من این هستش.
میخوای یه نمایی از اون چیزی که به وجود اومده توی ذهنمون داشته باشه، کمک زیادی به